ببخشید بدون میکروفون صداتون شنیده نمیشه. از اونجا که انسان دو بعدیه، فردی و اجتماعی، و انسان موجودی پیچیده است، چون پیچیده است پیامبر و نبی براش اومده و چون و میتونه این رفتارا رو از خودش نشون بده که نیتی داشته باشه که در خروج چیز دیگریه. که این مبحثی که نفاق داخل قرآن، یعنی قرآن نفاق رو مطرح میکنه که حتی این نفاق طبقه بندی میشه داخله. حالا این نفاق از نقص ایمان میاد. میخوام ببینم بحثی که شما مطرح میکنید از نقص ایمانه یا یک بحث روانشناختی اجتماعیه که علم بهش رسیده؟ تاکید روی همین نکته هماهنگی است. این قرآن میگه همه انسان در حال خسران، اون تعبیر آیه سوره الاصل، بعد میگه الا کسایی که الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. این امنوا و عملوا الصالحات، امنوا اشاره به اون ارزش های درونی و ذهنی ماست، ارزش های ذهنی و نظری، گزینه های نظری ماست، و عملوا الصالحات اشاره به اون رفتارهای، اون اشکال خارجی و اون خروجی رفتارهای ماست. که اگه این دو تا همراه هم نباشه، وقت ما در همون خسرانی هستیم که قرآن قسم میخوره که باید داشته باشه. این نکته. یه فرقی هم بحث نفاق داره. ببینید نفاق در مورد کسی صدق میکنه که این خودش میدونه این کار بده و در واقع این رو از نگاه دیگران مخفی میکنه، در ظاهر تعمدن اون احساس درونیش رو میپوشونه. مثال این ساده که دوست ما کرد، اینو نمیخواد بگه. میخواد بگه من نمیخوام چیزی رو از شما مخفی کنم، مثلا خیلی آدم صریح و در واقع رو راستی هستم، من از درون عفیفم اما دلم میخواد اینجوری لباس بپوشم. اینو ربطی به هم نداره. اسمش نفاق نیست. من میتونم اسمش رو غفلت بگذارم. یعنی کسی که این حرفو میزنه توجه نداره به اینکه اتفاقا اون رفتار بیرونی و اون انگیزش درونی با هم دیگه ربط داره، توجه نداره و غفلت میکنه از اهمیت اینکه من اگر میخوام تو صف مؤمن قرار بگیرم، به تعبیر امام صادق ایمان سه بخش داره. یک بخشش عقاید من هست، اون نگاه اعتقادی من هست، قبول دارم خدا هست، پیغمبر هست، معاد هست، اینو بحث عقاید منه. بحث دل و روان و اون درون و روان منه، و بعد بحث جوارح و و اعمال منه. حقیقت اینه که ایمان با هر سه اینها برپاست و شما نمیتونی بگی من در درون عفیفم ولی رفتارم مطابق خواسته شریعت نیست. بچه برای شما این سوال پیش نمیاد از فرمایش خانم دکتر و آقای دکتر که من درونم پاک باشه لازم نیست برونم پاک باشه؟ این سوال بود. بلافاصله عفت رو در سخنان شما ما داریم موازی حجاب میبینیم. اساساً عفت رو چگونه شما موازی حجاب میبینید و برابر با حجاب؟ شاید عفت صورت دیگه ای هم داشته باشه. عفت و حجاب رو اصلاً با هم به این شکل مقایسه نکنید. عفت عبارتی است، تعبیری است، واژه‌ای است برای اشاره به یک خلق، یک قالب اخلاقی، یک ویژگی اخلاقی، در حالی که حجاب واژه‌ای است برای بیان یک رفتار. اصلا این دوتا رو شما با هم مقایسه نباید بکنید. ببینید با مصداقی میخوایم نگاه کنیم. الان یک خانومی درونش پاکه، برونش هم عفت رو رعایت میکنه، آیا این عفت لزوماً حجاب پوششه؟ نکته همینه. ببینید عفت یک ارزش درونی است. این ارزش درونی خودش رو در قالب برخی رفتارهای بیرونی نشان میدهد. این رفتارهای بیرونی از جمله حجاب است در پوشش، از جمله ملاحظاتی است در گویش و در روی. قرآن وقتی میخواد بحث بکنه به خانم ها میگه خانم ها شما موقعی که میخواین صحبت بکنید این صداتون رو به نحو محرکی ولا تخزن بالقول، این خیلی صدا نرم و نازک نکنید. قرآن میخواد بگه حتی گفتار شما برای من محل توجهه. خب یک خانم عفیف و یک آقای عفیف فرق نمیکنه، چون برای عفت یک ارزش انسانی است، خانم ها و آقایون هر دو. عفت یک ارزش درونی است. این ارزش درونی خودش رو در شکل های مختلف، مثلا ما تو عرفمون یه واژه خیلی خوبی داریم میگیم عفت کلام. دوستان حتما میگیم بعضی افراد هستن متاسفانه تا یه چیزی میشه از دهنشون یه حرف زشت در میاد، مثلا تو پشت چراغ قرمزی که جلوش میپیچه سرشو میکنه میگه یه حرف زشت میزنه. مردم میگن آقا
عفت کلام داشته باش. یعنی مردم قبول دارن که کسی که در درون خودش عفت داره باید کلامش اقتضائات خاص خودش داشته باشه. پس عفت یک ارزش درونی است، اما این ارزش درونی خودش رو در قالب‌های بیرونی بروز میده. یکیش حجاب در پوششه، بله. یکیش ملاحظات در رفتار هست. قرآن حتی به راه رفتن هم بحث داره، میگه اینجوری راه برید اینجوری راه نرید، یا به خانم‌ها و آقایون هر دو میگه نگاهاتون رو فرو پوشید. یعنی به نگاه ما هم کار داره. نگاه رفتاره، پوشش رفتاره، راه رفتن رفتاره، سخن گفتن رفتاره. این رفتارها نمود خارجی هستن از اون صفات و ارزش‌های درونی ما. فرض فهمید یه آدمی که خیلی دوست داره به دیگران فخر فروشی کنه، این حس تفاخر در وجود او هست. حالا این تفاخر درونی او گاهی خودش رو در پوشش او نشون میده، گاهی در حرف زدن او، گاهی در ماشینی که سوار میشه، گاهی در دکوراسیون خونش. پس بیرون نشانه ای از آنچه در درون ما می‌گذره. شما پاسختون رو گرفتین؟ نگرفتین؟